و مهمان عزیز برنامه ما جناب دکتر سپخالگی را به استودیو دعوت میکنم. ضمن اظهارات اخیری که نماینده پاکستان در بین سازمان ملل کرده بودن در حق افغانستان و خاصتا قوم شریف پشتونا، از امکار عزیز خود خواهش میکنم که امورم به نشر بسپارن و دو قسمت بعد میایم که صحبت های جناب خالدی سه به هم دقیق بشنویم. های جدی این روزهای سازمان ملل، اما دیروز اینجا اظهارات مطرح شد که خوش بسیاری از افغان ها نیامده، چیزی که موضع طالبان را تقویت می کند. اغلبان را حمایت از این موضع تلقی کردند و نظر اصلی پاکستان درباره آموزش و کار زنان افغانستان. محدودیت هایی که از طرف حکومت موقت در افغانستان وضع شده از نظر ما زیاد جنبه دینی ندارد، بلکه در فرهنگ خاص پشتون ها ریشه دارد که زنان را ملزم به نشستن در خانه می کند. این یک واقعیت فرهنگی متفاوت افغانستان است که صدها سال تغییر نکرده. واکنش ها از آدرس افغانستان و صحبت های سفیر پاکستان از همین تالار شروع شد. میخواهم بگویم که با برادرم منیر اکرم موافق نیستم و این هرگز فرهنگ افغان ها نیست. فرهنگ قبایل پشتون هم نیست. در محلات پشتونشین متاسفانه در 20 سال گذشته مکتب ها را آتش زدن و پسران و دختران اجازه آموزش نداشتند. دلیل عمدهش این بود که همین گروه بر بخش های کنترل داشتند. این ادعا درست نیست، چون بیشتر ساکنان وزیرستان شمالی در پاکستان پشتون ها هستند که به دختران اجازه آموزش می دهند. این علیه فرهنگ ماست، نه فرهنگ ما. در حالی که سازمان ملل در پی چاره‌ای برای حل مشکل زنان و دختران افغانستان می گردد، آمریکا از اقدامات جدید علیه طالبان خبر داد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در اعلامیه‌ای گفت اعضای خانواده های طالبان و افراد دیگر دخیل در تحمیل محدودیت بر زنان هم تحریم خواهند شد. وزارت خارجه طالبان هم در واکنش به آن بیانیه‌ای صادر کرد و گفت تحریم نظام مالی و بانکی افغانستان نقض حقوق بشر است و اینکه طالبان آماده اند درباره تمام مسائل مورد اختلاف با آمریکا بحث کنند. سازمان ملل میگوید کمک به افغانستان نباید قطع شود. آژانس های خیریه به امداد رسانی در افغانستان ادامه خواهند داد، اما این به این معنا نیست که ما تصور میکنیم داستان به آخر رسیده. فکر میکنم این اول راه باشد. قطعا ما خواهان لغو فرمان هایی هستیم که زنان و دختران را از آموزش و فرصت های دیگر محروم کرده. در همین حال شماری از زنان معترض در نامه‌ای به امینه محمد معاون دبیر کل سازمان ملل خواهان توجه بیشتر به وضع زنان افغانستان شده اند. در شرایطی که طالبان درباره قضیه زنان تا حالا تن به هیچ فشار نداده اند. خب این گزارشی بود که شما همیره قبلا هم شاید شنیده باشین و از شروع تا آخر میخوایم در این مورد نظریات شما را داشته باشیم. و گرچه که جناب فایق صاحب توضیحات مکمل برای آقای منیر دادن، ولی میخوایم در مجموع بیننده های تلویزیون ما از طریق شما پیغام ملت خود را بشنون و وضاحت را که شما میتونید در رابطه به اینا و پیغام های بعدی را که نماینده سازمان ملل در رابطه به طالبا گفتن. جناب دکتر سپخالدی. بله، متاسفانه این اظهارات نماینده پاکستان از یک طرف بیانگر ازی بود که آدم راجع به کلتور و فرهنگ افغان ها هیچ نمیدانه و از طرف دیگه باز هم نوع از حمایت مستقیم از رژیم طالبان در افغانستان است، ماسمالی کردن سیاست های زیاست. میخواه بگویه این سیاست ها اسلامی نیست بلکه فرهنگی افغانی است که این درستی توسط نمادی افغانستان طرف انتقاد قرار گرفت.
این اظهارات منیر اکرم اگرچه اول باید میره بگویم که بعد از اینکه اظهارات انجام داد، بعد از اینکه انتقادات شدید برایش وارد شد، معذرت خواست، گپای خود پس گرفت، گفت صحبت هایی را که من کردم، سخنان را که من گفتم بیانگر رسمی موقف پاکستان نیست و این را از این معلوم میشه که دولت پاکستان هم بالای فشار آورد که این سخنان را تو تکذیب کن. فراموش نکنیم که در پاکستان هم اشخاص بسیار ای را انتقاد کردن. منظور پشتین در این قسمت رهبر تحریک جنبش پشتون پاکستان شدیداً انتقاد کرد و اظهار داشت که این اظهارات نشان میده که چه کسایی در پشت این سیاست منع ممانعت تعلیم و تحصیل برای دخترها و زنهای افغانستان وجود دارد. یعنی غیر مستقیم گفت که ای آیسای پاکستان و دولت پاکستان است که نمیخواد افغان ها تحصیل کنند. و همچنان رهبرای پشتون در پاکستان شدیدن در این مورد عکس العمل نشان دادن و ای اظهارات تکذیب کردن. در داخل افغانستان هم ای تکذیب های زیاد صورت گرفت. در صفحات اجتماعی آقای لیوال در قسمت بیانیه نشر کرد و یک مقاله نشر کرد، همچنان آقای اسماعیل یون یک مقاله نشر کرد. در مقاله آقای یون یک چیز خوبی را که من یافتم این بود که او فامیل خود را مثال داد. مثلا مثال داد که من در پشتون هستم، خانمم درس خوانده، تحصیل کرده و کار میکنه، در نمایندگی پارلمان بود، از فامیل خواست. همینطور در رد سخنهای آقای منیر اکرم، من خود هم میتونم فامیل خود هم حساب بتونم. من در فامیل ما، من نام خدا 6 خواهر دارم و این هر تمام از یا حد اقل لیسانس هستن، حد اقل، و یا یا معلم بودن یا در ادارات مختلف کار میکرد. پدر من از خوگیانیست و پشتون تمام عیار. او اقدر شوق به تحصیل و تعلیم داشت که تمام دخترهای خود به مکتب روان میکرد. به سرار خود چی میکنیم؟ در فامیل ما 2 دکترا، 3 ماستری، 2 انجینری وجود دارد. یعنی به تعلیم پدر ما از خوگیانیست، مادر ما بارگزاییست. یعنی از شما این در نظر بگیریم که از لحاظ فرهنگی هیچ مشکلی با تعلیم وجود نداشته در فامیل ما. همچنان ما صدها و هزارها فامیل متجدد پشتون در تمام دنیا فعلا میتونیم معرفی کنیم، در داخل افغانستان میتونیم معرفی کنیم که دخترهایشون درس خواندن، پسرهایشون درس خواندن، هیچ ممانعتی در مقابل درس خواندن از طرف فامیلشون موجود نبوده. ممانعتی که وجود داشته در شما بدبختی عزیز که ما زمانی که جنگ های مجاهدین بر ضد حاکمیت پرچم خلق در افغانستان آغاز شد و این مکاتب در و دهات و قریجات و ولسوالی ها بسته شد، معلمین کشتار معلمین آغاز شد، بمگذاری مکاتب آغاز شد، این امکانات از بین رفت برای مردم که مکتب برن در ولسوالی ها. به می خاطر این دولت جمهوری اسلامی افغانستان سقوط کرد. ولی که 66% نفوس افغانستان در ده زندگی میکنه و 66% نفوذ افغانستان ایده چی در پنجشیر باشه، چی در بدخشان باشه، چی در هرات باشه، چی در فاریاب و چی در کنر و پکتیا و پکتیکا، در هیچ کدام از یاد درس در دهات وجود نداشت. برای که این مجاهدین مخالفتی بودن، بعدا طالبایی رو نمیموندن و می خاطر این مردم ما به سواد بار آمدن. 66% نفوذ افغانستان که در دیه بود از نعمت سواد محروم شدن و اگر و این تفکر دهاتی غالب شد در جامعه، تفکر دهاتی وقتی غالب شود طبعا ما این مبارزه
علم و جهل است که در 100 سال گذشته در افغانستان ادامه داشته. این یعنی دایره شیطانی مبارزه علم و جهل، ترقی و ارتجاع در افغانستان ادامه دارد. کسایی هستند که اینمی مضمون این مبارزه 100 سال مردم افغانستان نادیده میگیرند. این مردم سبب سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان شدند. کسایی که مضمون این مبارزه را، مضمون اینه که مبارزه بین علم و جهل است، مبارزه بین ارتجاع و ترقی است، این را نادیده گرفته به مسائل قومی میچسبه. مسائل قومی مشکلات این افغانستان نیست. اگه مشکل آقای پدرام باشه و مشکل آقای آن مثل فایق و عبدالله یا باشه، این مشکل مردم افغانستان نیست. مشکل مردم افغانستان اکثریت مردم افغانستان ایست که یا تمام اقوام دیگر به برادر خود قبول دارن و بسیار با صمیمیت با زندگی میکنن، هیچ معضله قومی بین مردم وجود نداره. فراموش نکنید یک تعداد مردم هویت خود فراموش کردن در صدد یافتن یک هویت جعلی ساختگی. هویت اصلی خود را از دست دادن و فعلا در معلق در هوا قرار دارن. همه چیزی از دست دادن. اگر او در به توجه می داشتن مضمون اصلی مبارزه مردم و مشکلات اصلی افغانستان در نظر می گرفتن که اینجا موضوع جهل و ترقی است و در جهل هم تمام اقوام سهیم هستن، در ترقی هم تمام اقوام سهیم هستن. بنابراین اگر ما حتی امروز این وقتی که ما میگیم که طالبا موجودیتشون برای آینده افغانستان مفید نیست، داد میزنیم که تمام نیروهای ترقی خواه باید متحد شود، اولین حرف را که مطرح میکنن اسم افغانستان مطرح میکنن، تاریخ افغانستان مطرح میکنن، ملیت افغانستان مطرح میکنن. یعنی یا هی نو مختن در از امی فاجی بزرگ که بالای افغانستان آمد نو مختن پشت اهداف و شعارهای واهی، اصل موضوع را از دست فراموش کردن، اصل موضوع را از دست میدن و به می خاطر ما به جای نمیرسیم. و ما در این زمان همی بیانات ای آدم پاکستانی ای باید برای یک تعداد شاید خوشحال شده باشن که اینه ما میگفتیم که پشتینا مخالف علم تعجبی هستن. این زمانی نیست که شما چک کنین برای آقای منیر اکرم. این زمان است که شما باید متحدانه این را رد کنین و زمان است که باید درک کرده باشین که راه به جز اتحاد به خاطر اهداف مترقی، به خاطر آینده که افغانستان متحد و پیشرفته وجود نداره. در غیر از او همه ما با این مصیبت همیشه گریبانگیر خواهد بود.